علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت همه خواهران و برادران مؤمن و مسلمان. موضوعی را که می خواهیم امروز سر از صحبت کنم یک موضوع بسیار زیاد مهم می باشد. اگر شما متوجه شده باشین در همین گروپ در واتساپ یا وایبر یا مسنجر در گروپ ها یا غیر گروپ ها تعدادی از خواهران و برادران ما یک پیام را روان میکنن که در اسم پروردگار می باشه یا درود شریف می باشه یا کلمه طیبه می باشه و در آخر از پیام نوشته می باشد اگر روی به 10 نفر روان نکنی یک مصیبت سرت می آید، اگر به 10 نفر یا 15 نفر روان کنی یک خبر خوش می شنوی، یک مصیبت دست دفع می شود. و این خواهرها و برادرای ما که از دین آگاهی ندارن و اصلا چینل های اسلامی را یا سخن های علمای ما را تعقیب نمی کنن، وقتی که فورا این پیام به دستشان می رسه یا زود کده به 10 نفر روان می کنن و او 10 نفر به 10 نفر دیگه خلاصه ای ادامه پیدا می کنن. حالا می خواهیم درباره از این صحبت کنم، منشی از این گپ از کجاست و چطور به وجود آمده. گروهی از اسرائیلیان، گروهی از بیدینان، تمام از یا شو روزشان نقشه کشی از بزد اسلام که چطور بتوانن مردم از دین اسلام دور کنن، چون دین اسلام دین کامل است. از روزی که این دین با وجود آمده و پیروای خدا داره تمام مردم بزد از دین هستن و می خواهند که در تخریب کرده بروند، اما متاسفانه هیچ وقت موفق نمی شوند که دین تخریب کنند و پیروان از دین دور کنند. به این سبب یا روز به روز در فکر از این می باشند که یکان دسیسه هایی را جور کرده برند به خاطر دور ساختن مردم از دین حق. بنان به چندین دسیسه هایی که انجام دادن دسیسه هایشان متاسفانه ناکام شده و همیشه ناکام است. اما ای بار یا چه رقم تصمیم گرفتن که این قسم پیام ها را گفتن، ما جور میکنیم و در این پیام ها نام های پروردگار را ذکر میکنیم و همچنان یا کلمه طیبه یا درود باشه ای را به مسلمان ها روان میکنیم، میگیم که ای را به 10 نفر روان که خبر خوش میشنوید. طبعا یک مسلمان وقتی که میبینه که در او نام پروردگار ذکر شده و میگه ایره به 10 نفر روان که فردا خبر خوش میشنوی، چونی آگاهی از دین کم داره میگیره ایره به 10 نفر روان میکنه و اصلا منتظر خبر خوش میباشه. اما متاسفانه کدام خبر خوش سوا به این رخ نمیده یا خبر خوش نمیشنوه. بناهن اینمی آهسته آهسته ادامه پیدا میکنه. یک چند دفعه که ای تکرار شد به این نفر آمد و ای روان کرد و خبر خوش برش نامد، بازی جگرخون میشه، مایوس میشه، میگه اینه من نامه پروردگار روان کردم خبر خوشی نشیدیم. بنان باعث دلسیایی از دین میشه که هدف از او همی است که انسان ها را احساس از دین دلسیا بسازن، بگوین نه ولی این گپ راست نبوده. بنان به این خاطر یا ای پیام ها را جور کردن دیگه به مسلمان ها که مسلمان هایی که از دین آگاهی کم دارن به این پیام ها باور میکنن و منتظر خبر خوش میشنوند یا منتظر خبر بد. خبر خوش و خبر بد همیشه از جانب پروردگار میباشه. اگر شما یک پیام اسلامی را میبینین، اگر یک ویدیو اسلامی را شما نشر میکنین، او را به خاطر خداوند نشر کنین، خداوند پاک اجرش نصیبتان کنه. اگر کسی به شما بگه خبر خوش میشنوی خبر بد میشنوی، کدام خبر خوش خبر بد از جانب کسی به شما رخ نمیدهد، هم از جانب پروردگار میباشد. شما لطفاً به چنین پیام ها باور نکنید و اصلا بالای کس جبرام نیسته، در شریعت بالای کس جبرام نیسته که تو یک کار را انجام میتی و یک نفر را مجبور میسازی که ایره امر میکنی ایره به 10 نفر روان که به 5 نفر روان کنی. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مؤمن و مسلمان است که باید بکنه، اما به این شکل نه که تو یک نفر یک پیام روانش کدی بازو را بگوی تو به 10 نفر دیگر روان که بازو به 10 نفر دیگر روان کنه. آهسته آهسته چنین نکنین. اگر ما خواهرها و برادرها دعوت میکنیم، تشویق میکنیم به گروپ های اسلامی که اینا بیاین در گروپ های اسلامی یکان موضوعات مفید مهم یاد بگیرن، متاسفانه میبینیم علاقه مند نمیباشن، گروپ ها را هم ترک میکنن و همی در چینل های یوتیوب هم گروپ های اسلامی چینل های اسلامی بسیار زیاد است. متاسفانه ببینین بیننده هایشان چقدر کم میباشن. اما برعکس چینل های دیگر که میبینین موسیقی لو لهو است، تمامش قدر بیننده دارن قدر بیننده دارن که تمام مسلمان ها بجای ازی که بیاین یک چیزی را گوش کنن، یک چیزی را سعی کنن که به درد دنیا و آخرتشان بخوره. متاسفانه کس در فکر دنیا و آخرت خود نیست، در فکر آخرت نیست، غیر بیکار بانن چی کنن به مو چینل ها سر بزنن، کی را دو زد، کی را دشنام داد. ببینین چینل ها هم از همی استفاده کرده، یکی بزرد دیگه می آین شراندازی می کنن،
تعصب میکنن، قومگرایی میکنن، یکی دیگر را بد میگه او دیگر را بد میگه، و مردم ما چی میکنن؟ اونجا میرن و غیبت است و چرچک است و تو راز گفتی، او دروغ گفت. لطفا از این چیزا دست بردارین، چیزی را تعقیب کنین، چیزی را سعی کنین وقت تان در این چیزای زایی نسازین که یک روز پشیمان شوین بگوی ای کاش ما را تعقیب نمی کردیم، ای کاش ما به این گوش نمی دادیم. به این سبب من مثل یک خواهر کوچکتان تقاضا میکنم همیشه به چینلای برین، علمای ما را گپاشه گوش کنین، به قرآن چنگ بزنین، به حدیث چنگ بزنین که شما رستگار شوین در دنیا و آخرت. با وقت من وقت شخصا خودم میبینم بسیار زیاد جگرخون میشم، بسیار زیاد جگرخون میشم. چرا از وقت فرصتی که شما دارین از فرصت در آی نیک استفاده نکنین؟ چرا که از وقت شما در دنیا سخت پرسان میشه که تو وقت تا عمر تا در کدام را صرف کردی؟ باست چی جواب میدی که من ششتم ساعتها ششتم ستاره افغان سعی کردم، ساعتها ششتم سریال سعی کردم، ساعتها ششتم اینی برنامه لو لحب سعی کردم؟ یا کلش وقت ضایع کردن است، کلش اعمال دانشته میشه. به این خاطر مثل خواهر کوچکتان خواهش میکنم که از این چینل هایی که به نفع دنیا و آخرت تان نیست دست بردارین، در چینل بیاین که شما را به خداوند پاک نزدیک میسازه، به دینتان نزدیک میسازه، به پیامبرتان نزدیک میسازه. دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم و تشکر میکنم از تک تک خواهران و برادرانی که در چینل ما هستن و همیشه امراهی میکنن، کمندای زیبایشان امراهی ما شریک میسازن. خداوند پاک در دنیا و آخرت از همه شما راضی باشه، خوش و آرام باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.